سالی که 6 ماهش عزاداریه، اصلا اون عزاداری دیگه ارزشی نداره. اصلا معلوم حوزه باقا همه سال عزاداری داری میکنی، هی هم ایام خلق میکنن. ایام محسنیه باز خلق شده، اختراع شده، ایام محسنیه. روز دادم یک کتاب اینقدر برای حضرت محسن، کسی که به دنیا نیامده، کتاب با این قطر. بعد از همون طرف پرسیدم شما برای حضرت زهرا سلام الله علیها کل کتابایی که چاپ کردی به این قطر نمیرسه، چجوری برای حضرت محسن ای با این قطر کتاب داره بردی؟ ایام محسنیه، ایام محسنیه، همینجور شروع راه انداختن. خب اینجور بخی ایامیه درست بکنی که آقا جون کل سال باید عزاداری بکنی، کی باید مردم به کارشون برسن. طرف امام صادق علیه السلام فرمودن، این قضیه امام صادق نقل کردن، گفت طرف آمد مسیحی رو مسلمونی آمد همسایه مسیحیش رو مسلمون کرد و این گفت خیلی خوب قبول اینا، گفت خب پس بریم مسجد دیگه. بردش مسجد و عرض شد که نشست نماز خوندن، مقدمات بعد نماز بعد تعقیبات بعد فلان، بعد مسیحی پاشو بره سر کار زندگیش، زن بچه‌ش اینا. گفت کجا میری دیگه؟ بشین یک دو ساعت دیگه باز از اون زوره و بشین حالا همینجا که ذکر میگیم و همین گرده میکنیم. باز نماز نشوندش، نماز زور عصر خوند، باز تعقیبات و اینا، آمد بره گفت یک کم دیگه مغرب دیگه فلان، چی کجا میخوای بری اینا. این دید و شب خداحافظی کرد و گفت ما صبح دوباره رفت دنبالش، گفت بیاد مسجد بریم. گفت آقا جون اسلام دین بیکاراست، من بیکار نیستم. این روایت امام صادق ها، گفت اسلام مذهب برای آدمای بیکار خوبه. ما زن بچه داریم، کار داریم، گرفتاری داریم، ما گفتم تو همش میام تو مسجد بشین. آقا اگر فکر کنی که نصف سال رو تو تقویم یا تو جلسات شروع کنه به بهانه‌های مختلف عزاداری، کمترین ضررش اینه که دیگه کسی رغبت به اینکه بیاد تو مجلس اذان نخواهد داشت، براش عادی میشه.